قربون دا دست در نکنه. خیلی صفا داد. خیلی صفا. دست شده. از کنم خدمتون که من همین الان بالا پشت بوم رسیدم. من اون بالا پرت کردم پایین به خاطر همبستگی با این دانشجوها بالا پشت بوم پرتم کردن که خلاصه اونا هم یه روزی از بالا پشت بوم پرتشون کرده بودن. دست در... جان عزیزت یه بار دیگه منو بفرست بنداز پایین. یه بار دیگه. یه بار آقا من برم یه بار دیگه منو بنداز پایین. یه بار دیگه. آقای سخنگو ما سوال داریم. چقدر داری؟ حالا چقدر؟ حالا نه. اگه سوال داری زنگ بزن 118. نفر بعدی؟ دانشجو میگن ما آزادی پوشش نداریم. ما هم نداریم. ما هم نداریم. یعنی الان اصلا تو بازار نیست. اگرم باشه گرونه. چون فصلش نیست. یعنی باید خوره بیشتر آفتاب بخوره تا قشنگ پخته بشه بعدم بیاد تو بازار. این بحث آزادی پوشش که شما میکنید بحث قدیمیه. من خودم الان دانشجوام. دانشجوی مکتب محمود آقا محمود. ولی از آزادی پوششم از بس زیاد بود دیگه اواخر من دیگه خودم خسته شده بودم. میدونید یه کار به جای رسیده بود که جای همین کت شلوار که آریه رفتم یه چیزی گرفتم. یه کارم شده بود یه گونی و کیسه و نایلون و سفره و چیزا رو می‌پوشیدم. بس مو و دیگه اینکه مثلا من موم چه جوریه من موهای من نه کنه. یه تار دو تار که چی؟ لامصب گیتاره. همشم که پیداست. یعنی بس آزادی پوشش بسه که حل شده مسائلش. حالا نفر بعدی سوال بفهم. علت این تجمعاتی که صورت میگیره چیه آقای سخنگو؟ والا علت این تجمعات در اصل اینه که شما تجمعگری عمم میپرسی. شما اومدین اینجا سوال کنین دیگه. خب آقا محمود هم تجمع میشه سوال میکنه ازش. ولی شما تجمع کردی دیگه. برنامه شما برای 16 آذر چیست؟ برنامه ما دو زنگ اول ریاضی داریم، دو زنگ دوم املا انشا داریم، زنگ سوم پرورشی داریم، زنگ چهارم من با عزت مایک بچه‌ها میخوام دودره کنم برم فیلم زندان دلتو فیلمیه فیلم ها اون دراماش هم هست. دوستان سوال دیگه هست بفهم. اخیراً مطلع شدیم که دولت آقای احمدی نژاد قصد جداسازی دانشگاه ها رو داره. نظرتون در این رابطه چیه؟ والا جداسازی که این من نمیدونم این سوال مثلا شما چرا حالا به این گیر میدید. ولی خب جداسازی من خودم پیشنهاد شدم. اتفاقا رو خودم هم شروع کردن. اصلا دردی هم نداره. الان میخوام من بهتون نشون بدم که این جداسازی چطور انجام شده به این صورت. ناکنید. هیچ دردی هم نداره. دقت کنید به این صورت. حله؟ کسی نکته ای داره؟ نه دیگه. حالا میذارم سر جاش. تمام. همین. به همین راحتی. جداسازی حالا در مورد خودم انجام شد. کسی دیگه سوال داره بفهم. نفر بعدی؟ خبری داشتیم در ارتباط با دفن اجساد کشته های جنگ در صحن دانشگاه. علت این کار چی بوده؟ علت این کار این بودش که ما اینا رو بردیم اول قبرستون دفنشون کنیم. خودم قبرستون دفنش کنیم ولی اینا مثل که مدرکشون چون کامل نگرفته بودن اونجا قبول نکردن. اونجا قبول نکردن دیگه مجبور شدیم اینا رو برگردونیم تو خود دانشگاه که تحصیلشون تکمیل کنن بعدن با مدرک ببریم اینا رو دفنشون. سوال بعدی. آیا از روز 16 آذر خاطره‌ای دارید که برامون تعریف کنید؟ خاطره که دارم فواره 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 فواره. ولی یه خاطره دارم که خیلی هم تاثیرگذار بود. من اون روز داشتم همونجا با ماشین رد می‌شدم. به طور اتفاقی داشتم با ماشین رد می‌شدم. اتفاقی رد می‌شدم نگاه کردم دیدم تظاهرات شروع بلوغ اتفاقی دیدم که لباس شخصی هم تنمه. لباس شخصی تنمه. پیاده شدم از ماشین صندوقه رو کردم اتفاقی چماقم هم اون پشت. چماقو برداشتم اومدم برم سمت این تظاهر کننده ها. یهو اتفاقی دیدم 5 6 تا دانشجو جلوم وایسادن دارن شعار میدن. صدا بلند شعار آقا اومدم برم جلو سلام علیک کنم اتفاقی صورت یکیشون خورد تو این باتوم ما چماق ما خورد. اومدم بکشم عقب که نخوره تو صورت این یکی اون یکی صورتشو چسبون به باتوم ما. اومدم از یکی معذرت خواهی کنم این وسط شده بود دیده بوسی ساق پای اون یکی و چماق ما شده بود اشکا و لبخنده اشکاش مال اونا لبخنداش مال ما. هی شده بود ملغمه شده بود یه آهنگ سانتانا این وسط کم بود. یا خودم بی خود شدم و این ور و اون ور و این ور و اون ور. وقتی به خودم اومدم که دیگه خیلی دیر شده بود. چماق دست من نبود دست دانشجوها بود دیگه. دیدی بوسی صورت ما بود و اون چماق و ساق پای ما و یه خلاصه دیگه نمیخوای اینا رو برات تعریف کنم دیگه. ما اون وسط بنگ 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 اون وسط دیگه حالا دیگه کار ندارم دیگه نمیخوام بیشتر از این برات توضیح بدم دیگه. اگه تا اونجاش همه چیش اتفاقی بود از اون قسمت به بعدش دیگه اتفاقی نبود. نفر بعدی خواهش می‌کنم.
Je suis un journaliste français. بغبغ خبرنگار فرانسوی. با راحت الغلغومی، قاحت الغلغومی. واقعا خبرنگار شریفی. یاد بگیرین خبرنگار ایرانی یاد بگیرین. اتفاق پشت سر اتفاق تو ایران میفته. دریغ از یه انعکاس. باری کرد. دنبال دو لقمه نون شریفه. دنبال این هیجانات زودگذر و این چیزا نیستش. حالا سوالای شما سوالش ببین تو 20 سوالی از من بکن. 20 سوالی از من بکن. سوال داری بپرس. قربونت بگم. بگو سوال تو. Les étudiants disent qu'ils sont fatigués de cette politique de complaisance avec la République iranienne. Quelle est votre opinion ? Voilà. جواب دقیقم. جواب. حالا من فارسی میگم، تا الان داشتم فرانسوی صحبت میکردم. ولی خب الان جوابتون رو فارسی میدم. سیاست مماشات و دولت‌های غربی و جمهوری اسلامی هم از دست این دانشجوها خسته شدن. درسته؟ یعنی این به اون در، اگه اونا خسته شدن، اینا هم اونور از اینا خسته شدن. خسته نباشید، کنفرانس خیلی خوبی بود. نه خواهش میکنم الان برید دنبال کار زندگیتون. شب الان میکنم برید دنبال دوتا لقمه نون شریف مثل این خبرنگار فرانسوی.